بله میتونی شروع کنی. آره خب گفتیم که آرنت دید که نیتی که آیشمن داشته نیت شیطانی نبوده و نیتش کاملا یه نیت معمولی بوده. به طور کلی هان آرنت دو نوع تلقی از رژیم نازی رو رد میکنه. یه عده در مقابل رژیم نازی میگفتن که خب این هم یک رژیمیست مثل بقیه رژیم ها. مثلا خود آرنت راجع به فرق استالینیزم و نازیسم میگه، میگه که در استالینیزم جنایتی که اتفاق میافتاد خیلی جنایتی سنتی تری بود، یعنی نوع جنایت ها خب زیاد بود، ابعادش گسترده بود، ولی نوع جنایت ها سنتی بود، همون شکلی بود که قبلا میکشتن آدم ها رو. ولی اون نازیسم یه مثل اون نبود اصلا، از هیچ ربطی نداشت به جنایت هایی که قبلا انجام شده بود. یه عده میگفتن که این عادیه، این هم مثل بقیه این هاست، آرنت با اینا مخالف بود. یه عده معتقد بودن که هیتلر یا کسانی که با هیتلر کار میکنن مثل گوبلز و دیگران، اینا روی یک ارواح شیطانی اهریمنی دارن و موجودات عجیب و غریبی هستن که ناگهان در تاریخ ظهور کردن و دست به چنین جنایت هایی میزنن. آرنت با هر دوش مخالف بود. آرنت هم معتقد بود که ما با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم به عنوان توتالیتاریسم، و هم از سوی دیگر معتقد بود که هیچ چیزی غیر انسانی و ورا انسانی فرا انسانی در این وجود نداره. خب همونطور که گفتم کار آرنت این بود که در حقیقت ربط بین نیت عمل مجرمانه، عمل شر و عمل خود عمل شر، این رابطه رو گسست. شما میدونید که توی سنت حقوقی هم همیشه برای مجرم شناختن یک شخص باید اطمینان پیدا کنن که هم عمل مجرمانه وقوع پیدا کرده و هم نیت اون شخصی که این کار کرده نیت عمل مجرمانه بوده. یعنی نیت شرط. الان تو دادگاه بین مثلا قتل عمد و قتل غیر عمد فرق میذارن، یعنی نیت مهمه. بنابراین این یک سنت بسیار بزرگی، اهمیت اندیشه آرنت در اینجاست که این سنت بسیار بزرگی رو در حقیقت به چالش میگیره. به قول سوزان نایمن میگه که اهمیت آشویتس برای فلسفه اخلاق این بود که حمله به نیت بود، ها، نیت رو به چالش گرفت. خب حالا سوال این هست که خانم آرنت، بسیار خوب، شما میگید که این نیتش نیت خیلی عادی بوده، چرا یک آدمی با نیت عادی دست به چنین جنایت مهیبی میزنه؟ جواب آرنت اینجا این هست که thoughtlessness، نبودن اندیشه، نیندیشیدن، فکر نکردن. منظورش چی از فکر نکردن؟ منظورش از فکر نکردن آرنت این هست که من نتوانم به جای شما فکر کنم و به جای خودم قضاوت. زمانی که من نتونم به جای دیگری بیاندیشم، یعنی از موضع دیگری، از موضع دیگری بیاندیشم، یعنی خودم رو جای او قرار بدم. آیشمن کسی بود که نمیتوانست، خودش رو قادر نبود خودش رو به جای قربانیانش قرار بده و از موضع قربانیانش بفهمه و نگاه بکنه و بعد خودش با وجدان خودش قضاوت بکنه. بنابراین اندیشیدن از موضع دیگری و قضاوت کردن از موضع خود و قضاوت مستقل، یعنی بدون اینکه شما گوش بدی به مافوقت، بدون مافوقت چی میگه یا فلان مرجع تقلید چی میگه یا فلان رهبر حزب چی میگه، نه، به وجدان اخلاقی خودت رو محکمه نهایی و محکمه عالی داوری میان خوب و بد بدونی. او از این ناتوان بود، نیندیشیدن بود که موجب ارتکاب چنین عمل فجیع شده بود. و آرنت معتقد بود که شر ریشه نداره، به خاطر همین شر رادیکال وجود نداره. شر یه چیز شلوه، شر از فکر نکردن میاد و فکر نکردن یه چیز سطحیه، اصلا عمق نداره. یه دلیلی که ما نمیتونستیم بفهمیم
اینه که فهم اساسا میخواد بره به اعماق. این شر کاملا سطحی بود، در سطح بود و هیچ عمقی نداشت. این آدم چیز، این آیشمن مطلقا موجود رازآمیزی نبود که عمقی داشته باشه، پیچیدگی داشته باشه. نه، این بسیار بسیار بنال بود، بسیار بسیار معمولی بود. فقط و فقط ناتوانی او تنها دلیلی که موجب میشه کسی دست به ارتکاب شر بزنه، ناتوانی او از اندیشیدن، اندیشیدن از موضع دیگری و قضاوت از جانب خودش. این چیزیست که در حقیقت میشه تو این وقت خیلی کوچیک، وقت خیلی کم گفت راجع به شر پیش پا افتاده، با این تأکید که داستان رو به این کوتاهی که من گفتم نگیرین. بسیار پیچیدگی های خیلی زیادی داره وقتی که شما بخواییم جدیتر در این زمینه مطالعه کنین، و من از همه دوستان دعوت میکنم که بیشتر راجع به این موضوع مطالعه کنن، چون مطمئن هستم که براشون خیلی الهام بخش خواهد بود. و اگر هم مایل باشن، من حاضرم چند تا منبعی رو بیشتر به انگلیسی طبعا معرفی کنم، برای اینکه در زمینه شر پیش پا افتاده یا The Banality of Evil، پیش پا افتادگی شر، بیشتر مطالعه بشه. من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون مهتی جان. دوستانی که برای اولین بار ما پیوستن، من لازم دیدم یه توضیح بدم که چون بحث آشمند در اورشلیم پیش اومد، این جلسه، این سری جلسات در پی جلسه ماهیانه کتاب ما که ماه قبل برگزار شد، جلسه ماه قبلمون پیشنهاد شد و به این خاطر به این کتاب زیاد ارجاع شد. ما جلسات ماهیانه اون پنجشنبه‌های اول هر ماه تشکیل میشه، اگر دوست داشتید شرکت کنید خوشحال میشیم. و بخش پرسش و پاسخ، اگر دوستانی که از زوم قبلا استفاده نکردن، قسمت پارتیسیپنس که برین و اسم خودتون رو پیدا کنین، اونجا یه گزینه‌ای داره که ریز هند، یعنی دستتون رو بالا میبرین و زوم خودش میاد اینا رو مرتب سورت میکنه به ترتیب کسایی که زودتر دستشون رو بالا بردن، و من اینجا میبینم که چه کسانی به ترتیب در نوبتن و میتونم گزینه آنمیوت رو بزنم و دعوت کنم که سوالشون رو مطرح کنم. اگرم در محیطی هستید که نمیتونید صحبت کنید به هر دلیلی، میتونید از قسمت چت استفاده کنید و اونا رو من احتمالاً ببینم و به اطلاع مهدی جان برسونم. الان همین الان که من نگاه میکنم 8 نفر دستشون رو بالا بردن و من به ترتیب شروع میکنم و دوستان سوالاتشون رو مطرح میکنن. خب انتظار هست که سوالات حول موضوعاتی که در یک ساعت اول مطرح شد انجام بشه. من نفر اول که البته اسمشون به نام زوم یوزر دیده میشه، من ازشون میخوام که آن میوت کنن و سوالشون رو مطرح کنن. سلام، من با اسم خودم اومدم، نه حالا چه آن میوت هست نه، اگر که منظور مربوطه من میتونم سلام بپرسم؟ بله بله. ممنون از این که اجازه دادید بچه های غیر سیدنی هم مشارکت کنم. ممنون از آقای خلجی که مثل همیشه وقتی صحبت میکنن واقعا لذت خیلی وافری به ما میدن که دنبال در واقع مطالب این چنینی هستید در فضای فارسی زبان. سوالی که داشتم آقای خلجی، شما جای جای صحبتتون اشاره کردید که هدف هانه آرنت این هستش که بیاد بگه که چیزی فلسفهش بیشتر فلسفی بوده که با مسائل ملموس و جاری زندگی شده. اول صحبت میگفتید که چیزی رو اصلا مورد اندیشه قرار نداده که با واقعیات زندگی خودش به صورت تنجبل ارتباط نداشته باشه. ما اگه بخوام با همین عینک نگاه بکنیم، برای ما فارسی زبانی که الان مشارکت داریم میکنیم، اگه بخوام این مفاهیم ابتذال شر رو بیاریم تو فضای عینی ایران خودمون بهش بیاندیشین،
آیا به نظرتون در مواجهه با اون افرادی که خب حالا دارن در خدمت شری که تو حکومت ما هست خدمت میکنن، ما چه توفیقی داریم که مثلا بیاین توصیف کنیم بگیم آقا این کار شما مثلا ابتذال شر، یا اونا رو حتی دعوت به اندیشه در کنیم وقتی اونا از یک باورها و داستانهایی سرچشمه میگیره رفتارشون که پیش خودش یه خدایی دارن و پولم پول نفتم میگیرن و مثلا میگن هازا من فضل ربی و این حرفا، اساسا این سیغل دادن اندیشه نزد ما چه کمکی میتونه به زدودن شر یا به کم کاستن شر نزد اون همه هموطنی که تو اونجا دارن زجر میکشن بکنه، غیر از این که حالا بحثای روشنفکری و اینا که بین خودمون لذتش میبریم وجود داشته باشه، عملا این چه کار کرده عملی میتونه واسه ما داشته باشه؟ اینا اگه بفهمید ممنون میشه. خب بسیار پرسش دشواری است حقیقتاً، ولی طبیعتاً آرایت هم به این چیزا فکر میکرده، به شیوه هایی که بیش از اون چه که ما فکر میکنیم. یکی این که خود ما به حقیقت، نه به حقیقت، به واقعیت تعهد داشته باشیم و خود ما وقتی که مایی که میتونیم راست بگیم، چون در هیچ شرایطی آرنت معتقد در هیچ شرایطی شما از انسان اخلاقی بودن سلب نمیشید، همیشه شما یک انسان اخلاقی هستید، یعنی شما همیشه این اختیار رو دارین، شما در بدترین شرایط اختیار دارین که راست بگین یا دروغ بگین، میتونین جانتون رو از دست بدین، ولی این انتخاب شماست، انتخاب شماست که جانتون رو از دست بدین یا اینکه راست بگین یا اینکه دروغ بگین. بنابراین شما همیشه میتونین، کسی که آرنت میگه که در زمانی که دروغ به شکل سازماندهی شده و فراگیر همه جا هست، کسی که راست میگه خودش یک عمل انقلابی داره انجام میده، میدونین یک کار مهمی داره انجام میده. یک و دوم این که ترس مثل شجاعت هم مثل ترس تسری پیدا میکنه، همونطوری که وقتی یه نفر رو بازداشت میکنن 10 نفر 20 نفر اطرافش میترسن، یک نفر وقتی شجاع باشه شجاعت او هم تسری پیدا میکنه به جامعه و او تبدیل میشه به یک الگو. او کسی که نمیترسه، گفت در مثنوی میگه که داستان موسی و شبان بهش میگه که ایمنی و از تو جهانی در امان. این ایمن بودن، مثل یه نفر آرامش داره، آرومه، این آرامشش رو به اطرافیانش منتقل میکنه. کسی مضطربه، مشوشه، پر از دلهوره است، اون تشویش رو تسری میده. کسی که راست میگه، راست زندگی میکنه، کسی که متعهد به حقیقت هست، اون سبک زندگی رو الگو میشه برای اطرافیانش و تسری میده در جامعه که زندگی میکنه. و به عکس، اگر شما هم همرنگ جماعت بشید، اون شر به اصطلاح گسترش بیشتر پیدا میکنه. راه های بسیار زیادی هست برای اینکه شما تعهد کنید، سعی بکنید. برای اینکه آرنت مفصل صحبت کرده، بحث کرده راجع به تربیت، مسئله تربیت مسئله خیلی مهمی است، مسئله پرورش قوه داوری و اینکه شما چگونه قوه داوری خودتون رو پرورش بدید و کمک بکنید به اینکه قوه قضاوت دیگران پرورش پیدا بکنه. به هر حال به هیچ وجه به این معنی نیست که اگر شما شر رو فهمیدین شر پایان میپذیره. نه، شر پایان نمیپذیره به این راحتی و حتی به عکسش هم صادقه، به این مفهوم که برای پایان دادن به یک شری لزومی نداره شما اونو بفهمید. نه، شما میتونید بدونید که اونو بفهمید اون شر رو از بین ببرید اگر بتونید. شر کاری که فهم کاری که میکنه اینه که اجازه میده به شما که شما این جهان رو بپذیرید و در این جهان زندگی کنید. You feel at home. احساس کنید که این جهان خانه شماست. احساس بیگانگی با این جهان نکنید. احساس بیمعنایی نکنید در برابر این جهان. این کاریست که فهم میکنه. وگرنه فهم نمیاد معجزه بکنه و نو حکومت رو عوض بکنه یا نه. منتها برای اینکه شما بگین من در قبال حکومت توتالیتر چه میتوانم بکنم، راههای بسیار زیادی هست. در درجه اول اینه که خود آدم، خود اون شخص، اون که میدونه که چه باید بکنه، اون کاری که وجدانش بهش میگه انجام بده، اون کار رو انجام بده. این خودش کار مهمیه، کار کمی نیست.
ابتدای تغییره. خیلی ممنون نیمای عزیز. ممنون هم جان. ممنون مهدی جان، خیلی استفاده کردم. مهدی جان حالا امیدوارم بتونم سوالمو درست حسابی جواب سوالمو درست حسابی بیان کنم. همونجوری که شما خودتون اشاره کردید در صحبت عصر ظلمت کردید که توی عصر ظلمت انقدر حجم اطلاعات زیاد هست، انقدر حجم تبلیغات زیاد هست، همونطوری که مشابهش ما من فکر میکنم تو اون کتاب آیشمن در اورشلیم هم دیدیم تبلیغات رژیم نازی برای در واقع فلج کردن قوه اندیشه افراد، حتی واژه ها رو مثلا قتل یهودیان اومده بودن عوض کرده بودن عناوینشون رو که خیلی عادی جلوه کنه، افراد فکر کنن فقط دارن یک وظیفه اداری و شغلیشون انجام میدن. توی دنیای امروز اون تبلیغات تو اون رژیم و توی دنیای امروز ما همون صحبت عصر ظلمت که شما مطرح کردید که اینقدر اطلاعات زیاد هست واقعا که شاید بعضی وقتها اصلا قوه تشخیص و اندیشه ما فلج میشه. حالا توی هر رژیم توتالیتری به جای خود در ایران ما الان خب اون رژیم هم میدونیم که چقدر تبلیغات میکنه برای اینکه افراد رو حالا تحت شستشوی مغزی خودش قرار بده. همونجوری که ما توی من خودم یادم میاد توی دبیرستان که بودم، توی راهنمایی که بودم، چقدر تحت تاثیر این تبلیغات بودیم از طریق به صورت مهندسی شده از طریق معلمای پرورشی. من توی دبیرستان، حالا ببخشید سوالم طولانی سعی میکنم نشه، توی دبیرستان تیزوشان سازمان ملی پرورش استاد درخشان شیراز بودم. مخصوصا بهترین معلم پرورشی رو گذاشته بودن و شاگرد اول ما رو که رتبه فکر کنم 7 کنکور شد ایشون رو همونجا ولایی کرده بودن. خب حالا میخوام مثال بزنم، میخوام بگم توی دنیا، حالا میگم نمیخوام اینو فقط در مقیاس ایران ببینم، میخوام در مقیاس جهانی ببینم. توی جهانی هم که ما زندگی میکنیم یا توی این عصر ظلمت اینقدر حجم تبلیغات زیاد هست، اینقدر اطلاع زیاد هست که دیگه اندیشه ای نمیمونه، قوه تشخیصی نمیمونه. واقعا چجوری بنده مثلا فقط به فکر این هستم که در شغلم مشغول باشم و بتونم زندگیمو بکنم همونجوری که شما اشاره کردید. میخوام فقط یه زندگی بکنم، ماشینمو داشته باشم، خونمو داشته باشم، همسرم و بچه‌مو بتونم زندگی معمولی داشته باشم. چطوری میتونیم تو این دنیا با این حجم تبلیغات همچنان بتونیم از این پدیده شر، از این شر بنال در امان باشیم؟ بله، ببینید کانت به نکته مهمی اشاره میکنه که در حقیقت آرنت هم اون رو برش تأکید میکنه و اون اینه که همه انسان ها یک اینویزیبل سلف دارن، یک خود نامرئی دارن، یک کسی هست درون جانشان، به قول مولوی میگه ای که درون جان من تلقین شعرم میکنی، یکی هست درون جانشون که به اینا میگه چی خوبه چی بده. ما به اون میگیم وجدان اخلاقی. همه انسان ها فارغ از این که دیندار باشن یا دیندار نباشن، اون هست. ممکنه که صدای اون رو شما اگر خیلی بهش بی‌توجه کنین، اگر خیلی برخلاف فرمان او عمل کنید، صدای اون رو کم بشنوید، ولی هیچ موقع صدای او خاموش نمیشه. صدای وجدان هیچ موقع خاموش نمیشه، ولی در سیاه‌ترین لحظه‌های زندگی و در خبیث‌ترین موجودات بشری باز هم این صدا میاد به صورت ولو ضعیف. و بنابراین در وهله اول کاری که باید کرد این که صدای وجدان آدم باید بهش حساس باشه و به او گوش بده. در نهایت او چیزیست که نیرویست که به ما خیر و شر رو میگه. هیچ چیزی از بیرون به ما خیر و شر رو نخواهد گفت به اندازه که این وجدان اخلاقی در اختیار ما میگذاره. این اولا. ثانیا، در زمانی که این همه انفجار اطلاعات هست، به قول هایدگر میگه لازم نیست که دیگه شما رو دهنتون رو ببندند، کافیست که انقدر صدا ایجاد بکنن که دیگه صدای شما به جایی نرسه. یعنی شما الان دیگه سانسور اینطوری نیست که شما من میتونم همه میتونن همه چیز رو منتشر بکنن. در نتیجه
نظام های مثل جمهوری اسلامی هم با بمباران اطلاعات و بمباران به اصطلاح داده هاست که صدای دیگران چیز میکنن، خاموش میکنن. خب در چنین شرایطی مهم، آرنت یک مقاله داره به نام حقیقت و سیاست، خیلی مقاله مهمیه، اگر تونستید اونو بخونید. مهم اینه که شما به فاکت ها بچسبید. جایی که گیج میشید، جایی که نمیدونید چی درسته چی غلطه، به فاکت بچسبید. در مورد فاکت ها، در مورد واقعیت ها دیگه اختلافی نیست. این اتفاق یا افتاده یا نیفتاده، این دیگه نظر من و نظر شما نیست، فلان کس فلان کار رو یا کرده یا نکرده. شما سعی کنید که راجع به فاکت ها تحقیق کنید قبل از اینکه قضاوت بکنید راجع به فاکت ها آرنج میگه که فاکت ها اون زمین سفتی هستن که ما روش وایستدیم. اگر یکی نظام های توتالیتر سعی میکنن شما رو راجع به فاکت ها هم حتی سرگشته کنن، حتی راجع ندونید چه اتفاقی افتاده یا نیفتاده، فلان کس خودکشی کرد نکرد، دست داشت جمهوری اسلامی درش، خودش چیز کرد، بردن جنازه‌شو نبردن، یارو واقعیت داشت واقعیت. یعنی انقدر با تکنیک های متعدد اطلاعات متناقض میفرستن که شما نمیدونید هیچ حادثه اتفاق افتاده یا نه. بنابراین تعهد شما قبل از قضاوت کردن اینه که از وقوع یا از بودن یا از صحت فاکت ها اطمینان برقرار کنید. اون فاکت ها میتونن بین من و شما یه زمینه مشترک ایجاد بکنن. اگر من و شما قبول کنیم که در سال 1357 انقلاب رخ داده، خب میتونیم راجع به چیزای دیگه هم توافق کنیم. ولی اگر شما معتقد باشید که این اتفاق سال 52 افتاده، من معتقد باشم سال 65 افتاده، دیگه نمیتونیم پیش بریم، دیگه نمیتونیم راجع به هیچ چیزی توافق کنیم. بنابراین فاکت ها چیزایی هستن که ما میتونیم بر اساس اونها کم کم زمینه مشترک رو بسازیم و در حقیقت یک جامعه از کسانی رو بسازیم که به هم اعتماد دارن، با هم گفتگو میکنن، با هم کامیونیکیت میکنن، ارتباط برقرار میکنن. مرسی دانیال عزیز. خب سلام عرض میکنم، صبح بخیر خدمت بچه های استرالیا و عصر بخیر فکر کنم خدمت های خلجی. سلام بچه. یه سوال، دو تا سوال داشتم. یکیش در مورد مقدمتون که احتمال میدم که مال موضوعات جلسه بعد باشه، اگه هست چه بذارید برای جلسه بعد. در مورد تفاوت توتالیتر و دیکتاتوری استبدادی، اینا هی گفته میشه و آدم نمیدونه که اینا یه معنی دارن یا معانی مختلف. آیا توتالیتریسم یه مفهوم جدیده و اگر میشه به صورت واقعی کشورهایی مثل ایران و عربستان و چین رو تو این مقالات بگنجونیم که بدونیم واقعا ما در مورد چی داریم حرف میزنیم، مستبد، دیکتاتور یا یه آدم توتالیتر. اگر موضوع جلسه بعد اینه، میگم بذارید برای جلسه بعد. موضوع بعدی، سوال بعدیم در مورد همین جلسه است، در مورد شرح‌های سازمان یافته. خیلی موضوع اعدام رو پیش کشیدیم، برای منم همیشه سوال بوده، اتفاقی شما هم بهش وصل شدید و قبل از شما هم داشتم بهش فکر می‌کردم که تقسیم می‌کنم به اعدام دست اول و اعدام مثلا مشارکت و یا اعدام یا نفر که کار اصلی رو انجام داده. از دید من همیشه این سوال بوده که حالا چه فرقی می‌کنه، انگار یه نفر اون لحظه آخر حالا خنجر رو زده یا اینکه یک نفر همه کارا رو انجام داده سپرده خنجر رو به یکی که کار اصلی رو انجام داده. به نظر من کار اصلی رو اونی که خوش وایساده انجام داده. چرا باید قتل عمد رو به نام اون کسی که کار اصلی جلوتر رو انجام داده؟ حالا اینو وصلش میکنم به بحث شرح‌های سازمان یافته. میخوام ببینم که آیا اصلا تو شرح‌های سازمان یافته حکمایی که داده میشه واقعا حالا درسته؟ ما چجوری باید حکم صادر کنیم برای شخصی مثل آیشمن که در خط مقدم وایساده کارا رو انجام داده؟ آیا اعدام همچین آدمی حالا از نظر فقهی که شما حالا بهتر از من میشناسید، از نظر حقوقی، از نظر هر چی اخلاقی کار درستی بوده یا این که نه ما همچین آدمی رو صرفا باید بگیم که آقا ایشون فقط یه دجمه زده، کاری خاصی نکرده و حالا خیلی شر خاصی هم نبوده، شر سازمان یافته بوده چه این کارا رو انجام. در مورد حکم همچین آدمایی خیلی دوست دارم بدونم. ممنون میشم و مرسی. بله
راجب سوال اول، ما جلسه آینده قرار هست که راجب سیاست از نظر آرنت صحبت کنیم، ولی میتونم الان یک اشاره بکنم به اینکه از نظر آرنت اساساً به دلیل اینکه اونچه که در نیمه اول قرن بیستم رخ داد، اون نظام‌های مثل نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا، کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، از نظر آرنت اینها با استبدادها و دیکتاتوری‌های قدیم تفاوت داشتند. تفاوت اینها در چیزهای بسیار زیادی هست، از جمله اینکه اینها نظام‌های ایدئولوژیکند، از جمله اینکه اینها با جنبش‌های توده‌ای به وجود میان، یعنی جنبش‌های توده‌ای در حقیقت یک حزب پشت سر یک حزب هستن، یک جریان هستن و اون جریان رو به قدرت میرسونن و بعد اون رهبری که رهبر هست اون قدرتش از اون جنبش توده‌ای مایه میگیره. و بعد نشانه های دیگه، مثلا اگر ما در مورد ایران و عربستان صحبت میکنیم، عربستان یک دیکتاتوری سنتیه، یک دیکتاتوری پادشاهیه و یک استبداد پادشاهیه، هیچ چیزیش جدید نیست، یعنی مثل عربستان قرنها در اونجا حکومت ها وجود داشته، هیچ جنبش توده‌ای وجود نداره اونجا، حکومت عربستان ایدئولوژیک نیست، توجه میکنیم؟ ولی در جمهوری اسلامی ما با یک حکومت ایدئولوژیکی صحبت میکنیم که جنبش توده‌ای پشت سرش بوده و الان هم کمابیش برای تا یه حدی هست. و بعد اصلا مکانیزم کارشون فرق میکنه، مکانیزم تبلیغاتشون فرق میکنه، مکانیزم سیستم قضاییشون فرق میکنه، همه چیزشون تفاوت داره. اینها رو آرنت مفصل توضیح داده، حالا ما در جلسه آینده هم یه مختصری بهش اشاره خواهیم کرد. ولی در مورد مسئله دوم، ببینید اون چیزی که آرنت میگفت در حقیقت همین بود، این بود که شما با یک وضعیتی مواجه هستی که نمیدونی چجوری مجازات کنی. میگه که آرنت میگفت که وقتی که این داستان هولوکاست تمام شد، انتظار آرنت این بود که خب الان بشینیم و بلافاصله بحث بکنیم راجع به مسئله شر. ولی میدونید تا دو دهه همه ساکت بودن به دلایل مختلف. یک دلیلش این بود که نمیدونستن چی بگن، انقدر این فاجعه مهیب بود، انقدر بهت‌آور بود. کسی نمیدونست، شما کسی که رفته هزاران نفر رو اینجوری در اتاقهای گاز از بین برده، اینو شما میخواید چه حکمی بهش بدید؟ نمیشه اینو به قول شما اعدامش کرد، نه اعدام اندازه است برای این، نمیشه عفوش کرد. و آرنت میگفت نباید همچین جنایت هایی به وجود بیاد. توجه میکنین؟ اینه که بسیار همین مسئله جنایت علیه بشریت خب برای اولین بار بعد از همین هولوکاست مطرح شد، قبلش که نبود، به خاطر اینکه اصلا یه مقوله جدید هست. بنابراین ما همچنان ابهام‌های حقوقی بسیار زیادی داریم در مورد اینکه با جمهوری اسلامی چه باید بکنیم، مسئولیت هر کس چقدره. اینا چیزاییه که متاسفانه ما ایرانی ها، یکی از چیزایی که آرنت به ما میگه اینه که بشینید فکر کنید راجع به اینا، فکر کنید فردا میخواین، فردا اینا قطعا جمهوری اسلامی دیر یا زود خواهد رفت، بعد دید مسئولیت هر کس چقدره. الان حقوقدانای ما، روزنامه نگاران ما، اساتید دانشگاه ما باید بشینن فکر کنن که بر حالا هر کس از منظر خودش مسئولیت به اصطلاح شر چقدر هست، کی مسئول. چون آرنت برخلاف استادش یاسپرس معتقد نبود که همه ملت آلمان مجرمن، و آرنت میگفت شما اگر بگید همه ملت مجرمن یعنی هیچ کس مجرم نیست، اگه بگین همه مسئولن یعنی هیچ کس مسئول نیست. بنابراین خیلی مسئله پیچیده است. همینه، ما در مورد مسائل تا اون زمان یه اصطلاحی رو آرنت به کار میبره، میگه که ما وارث یک میراث بدون وصیتیم. یعنی چی؟ یعنی ما یک چیزی به ما رسیده که ما نمیدونیم باش چه کار کنیم، دستورالعمل نداریم، در حالی که پدران ما با وضعیتی مواجه بودن که سابقه داشت، به راحتی همه چیز فکر شده بود دربارش، همه چیز عمل شده بود، یه چیزی بود که میدونستن هزاران بار این اتفاق افتاده بود و هزاران بار هم باش برخورد کردن و حل کرده بودن. ولی ما در قرن بیستم با وضعیتی مواجه شدیم که هیچ دستورالعملی برامون نگذاشته بودن که ما چه باید بکنیم. اینه که همه رو باید از ابتدا فکر کرد
و این نیاز به مشارکت عمومی داره، مخصوصا مشارکت عمومی نخبگان و گفتگوی نخبگان که متاسفانه خیلی ضعیف در فضای ایرانیش داره انجام میشه. ممنون. مشتاق جان هنوز صداتون نمیاد مشتاق. عرض سلام دارم با تشکر از جناب آشوری و عرض سلام خدمت تمامی حضار و جناب استاد خلجی عزیز که بسیار بسیار سودمند بود گفتار فرمایشتون مثل همیشه. ممنون. خواهش میکنم خدمت شما عرض بشه چند مورد هست که باید بهش بپردازیم، حالا ببین چقدر فرصت باشه. این که مسئله ادیان اشاره فرمودید، یه مقدار کم ما اختلاف نظر داریم که اینو میذاریم برای فرصت دیگه، اگر باشه عرایض خدمتون داشتم این فرصت رو نمیگیرم. اما سوال اینه که اصولا در جامعه روشنفکری ایران این سوال برجسته اینه که بحث هانا آرنت که یک بحث بسیار مهمی میتونه باشه، ما اگر بخوایم از اون حالت به اصطلاح سابجکتیو آرنت بیایم بیرون و ابجکتیوش کنیم بیایم در جامعه ایران، سوال اینه که اصولا جریانات روشنفکران ایران و افراد حتی اینا تا چه حد در راستای تبیین شخصیت و اندیشه آرنت قبل از انقلاب اینا نقش برجسته دارن و اشاراتی بشه که اصولا آیا ضرورت ای بوده، یعنی ما میبایست با ای آشنا بشیم در جامعه ای که میبینیم در 100 سال پیشش مثلا نمایندگان شریعت به عنوان مثال مثلا شیخ فضل الله نوری به دار آویخته میشه، فرزندش به دار میآویزش و در زیر اون داره دایره میزنه، اما بعد از یک قرن ما میبینیم که دچار چنین مصیبتی میشیم و هیچ نظام توتالیتری در تاریخ بشریت به قول اصلا این هیکل بخوایم اشاره کنیم که جمهوری اسلامی خارج از تاریخ زندگی میکند، به این مفهوم که تمامی ویژگی ها رو با سیستم های مستبد و توتالیتر بشریت داره، ولی در این حال یک جریان منحصر به فردی است که تجربه نوین بشریت در ارتباط با یک چنین امری جایگاه روشنفکرانه ما کجاست؟ یعنی آیا باید سوال بشه آیا وقتی مثلا الان من آثار شجاع‌الدین شفا رو میخونم و نقدهای پایه‌ای و اصولی ایشون به ادیان رو نگاه میکنم، ایشون کجا بوده؟ مثلا چگونه یهو بعد از 40 سال به این دانش را یافت و یا اگر این دانش را داشت چگونه این رو در جامعه به عنوان یک روشنفکر که رسالت اولیشه اینو مطرح نکرد؟ یه سوال که از حضرت عالی دارم. بعد در ارتباط با مسئله شر مبتذل که فرمودید و دیدگاه زیبای آرنت، آیا این همون مسئله ای که وقتی مولانا یک پاسخی داره راجع به این، میگه عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش، سرمه را در گوش کردن شرط نیست، کار در را جستن از تن شرط نیست. به بیانی عدل رو وقتی تعریف میکنه، چون ما در تعریف عدل صرفاً به مفهوم سیاسی اون میپردازیم، در صورتی که عدل در جایگاه هرمونیتیکش خیلی فراتر از اینه. میفرمای عدل قرار گرفتن چیز در جای خود و ظلم قرار گرفتن چیز در جای غیر خود. یعنی ما اگر به یه چنین نگرشی مسئله این شر رو نگاه کنیم، آیا این نیست که اصولا انسان وقتی که از جایگاه حقیقی خودش خارج شد ای ظالمه؟ یعنی عرض کردم نه صرفا ظلم به مفهوم سیاسیش. چرا؟ چون من وقتی که
اون با وجود حقیقی خودم آشنا نباشم طبعا مورد استفاده خودم رو نخواهم دانست، بنابرای فرمایش مولانا. پس لازمه این که من مرتکب ظلمی نشم، مرتکب شری نشم، آیا این نیست که من در جایگاه حقیقی خودم باید باشم؟ همونطور که از داری هم اشاره کردید که قدرت اندیشه رو از انسان میگیره، انسان رو در این که بتونه دیگران رو درک کنه ضعیف میکنه. انسان آیا نمیتونه با قرار گرفتن خودش در جای خودش این رو هم جایگزین کنه؟ بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، عذر میخوام، قربانت برم. خیلی ممنونم، متشکرم. راجب نکته اول، من یک مقاله نوشتم راجب اینکه آرنت در ایران چگونه فهمیده شد و بله متاسفانه اون زمانی که خیلی خوب بود به آرنت اقبال بشه، به رغم اینکه آقای عزت الله فولادوند سال فکر کنم 59 اولین کتاب از آرنت ترجمه کرد، یعنی در همون بحبوحه انقلاب کتاب خشونت آرنت ترجمه شده به فارسی، بعد دو سه سال بعد کتاب انقلابش ترجمه شده، یعنی یکی از بهترین مترجمان ما این دو تا کتاب رو ترجمه کرده اون زمان، ولی کسی چندان توجه نکرده به دلیل اینکه دلایل متعدد داره و من در اون مقاله نوشتم و حالا نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، ولی زمانه انقلاب بود، روح انقلاب جاری بود و بعد تفکر چپ خب سلطه داشت و یک طرف تفکر چپ سلطه داشت، یک طرف تفکر اسلامی، و هانا آرنت از هیچ کدوم نبود، نه چپ بود و نه اسلامی بود و طبیعتاً اینجور فکرها رو بهش توجه نمی کردن. ولی حالا امیدوارم که الان فرصتی پیش آمده که بیشتر بهش توجه پیدا بکنن، عمیق‌تر هم باشه این توجه و سودمند باشه بر ما. راجع به نکته دوم که گفتید، جالبه که آرنت یه جمله‌ای داره میگه چقدر خوب که ما خدا نیستیم. این جمله خیلی مهمه، همین که شما گفتین و اون اینه که بدونیم که ما خدا نیستیم. و اون اتفاقی که در حکومت‌های توتالیتر میفته اینه که حاکم سعی میکنه که الغا بکنه که خداست و قدرت مطلقه داره و هر کاری قادر هست، هر جوری بخواد جامعه رو میتونه مهندسی بکنه، جامعه رو مثل کارخونه میدونه و آدم‌ها رو مثل مواد اولیه که شما اینا رو می‌ریزید توی مواد اولیه، از این ور میدی، از اون ور محصول مورد نیازت یا محصول مطلوبت رو بیرون میاری. این تصور در نظام توتالیتر هست و بسیار خطرناکه. فکر اینکه خدا شدن برای بشر، اینکه بشر بخواد خدا بشه، بدترین فکر هست، و اینکه بشر بخواد به جای خودش باشه، انسانی باشه و انسانی ببینه، این بهترین چیز هست. و در حقیقت اون چیزی که آرنت بهش حساس هست همین هست که شما هیچ چیزی رو از قالب انسانیش بیرون نبرید. بله، خیلی ممنون. من فقط یک یادآوری بکنم که الان 6 نفر در نوبت سوال هستن و پس من سعی میکنم که کوتاه جواب بدم، دوستانم اگر کوتاه سوال کنن میرسیمش. بله، مرسی. توی چت هم دو تا موضوع مطرح شده که گفتم فکر کنم دو نفر خواستن که اگه ممکنه اون رفرنس هایی که اشاره کردین رو معرفی کنید برای مطالعه بیشتر. روی صفحه فیسبوک میگذارم، روی صفحه فیسبوک قرار خواهم داد. من یه مثلا 7-8 تا مقاله و کتاب رو پیشنهاد میکنم، چیزایی که به خود من خیلی کمک کرده و امیدوارم برای دوستانم سودمند باشه. مرسی. و یک سوال دیگه هم شده که لطفاً در مورد امکان وقوع دوباره هولوکاست توضیح بدین اگه ممکنه. ببینید، اون چه که آرنت میگه اینه که هولوکاست به ما نشون داد که مرزهای محدودهای توان بشر برای ارتکاب شر چقدر میتونه عظیم باشه و هیچ تضمینی نیست. مارکوزه میگفت که تاریخ شرکت بیمه نیست، هیچ تضمینی وجود نداره. اتفاقی که تو کنگره افتاد پریروز در آمریکا، هیچ کس تا دو شب قبلش خوابش هم نمیدید. برای ارتکاب شر ما اون چه که آموختیم اینه که مرزی وجود نداره و همیشه این احتمال هست و به همین دلیل هست که باید حساس بود.
متشکرم. دانیال عزیز. صدا دانیال جان قطع بس شد. من الان یک لحظه اومد، لحظه آخر اومد. تو من چک کنم. هدفونه تو فکر کن از این جلسه عوض نکردی. خب اگر که مشکل داره ما فعلا بریم سوال کننده بعدی، بعد بیایم سراغ شما. باز خب ببخشید. تورج عزیز. تورج جان صدای ما رو داری؟ با سپاس از جناب آقای آشوری، عرض احترام و سلام دارم خدمت جناب خلجی عزیز. سلام بر شما آقای اتابکی عزیز. جناب خلجی، اشاره کردید به اینکه هانا آرنت یه تفاوتی میبینه بین اون کشداری که در زمان استالین ما داشتیم، تصفیه های بزرگ، و اون فاجعه‌ای که در آلمان اتفاق افتاد. من واقعا نمیتونم ببینم که چه تفاوتی هست. چرا این در حقیقت هانا آرنت این تفاوت رو میبینه؟ اگر خب چهره هایی داشتیم توی آلمان مثل نمیدونم آنشمن و دیگران، خب ما ویشنسکی، یه ژف، اینا هم داشتیم که کارنامهشون دقیقا همون طور بود. این تفاوت ها چیه که هانا آرنت رو میرسونه به اینکه آلمان رو متفاوت تر از روسیه، اتحاد جماهیر شوروی ببینه؟ اون چه که من گفتم از یک مقاله بلندی هست که داره به نام Some Questions of Moral Philosophy، که مقاله خیلی مهمی هست، توی کتاب Responsibility and Judgmentش چاپ شده، و در اونجا میگه که از نظر او تفاوت هست بین استالینیسم و نازیسم به دلیل اینکه نوع جنایت هایی که در دوران استالینیسم انجام شد خیلی نوع جنایت ها، همونطور که عرض کردم، نه ابعادش، ولی نوعش با کاملا از روش ها روش هایی بود که به روش های سنتی خیلی نزدیک بود. و هولوکاست یک اتفاقی بود، یعنی تکنولوژی مرگی که در هولوکاست به کار گرفتن یک چیز بدیعی بود و نمونه هیچ جا نداشت از نظر آرنت، و این یکی از تفاوت‌های خیلی مهمش بود. بیش از این توضیح نمیده تا جایی که من خوندم، و شما خودتون هم میتونید مراجعه بکنید، تا جایی که من خوندم بیش از این توضیح نمیده، ولی تمرکزش بر همون مسئله هولوکاست هست. یا هولوکاست یک اتفاقی بود که نظیری نداشت حتی در نمونه های توتالیتر مشابهش. خیلی ممنون، و ممنون از آقای تورج اتابکی عزیز که تو این جلسه تشریف آوردن. امیدواریم بعدها هم بتونیم از حضورشون بهره ببریم. بله، آقای اتابکی استاد هستن در من احساس شرمندگی کردم که ایشون داشتن صحبت منو گوش می‌کردن. حامد عزیز. سلام آقای خلجی، ممنون از صحبتاتون و همچنین از آقای آشوری. من سوالم واقعیت اینه که بر مبنای مقاله‌ای که چند پیش از آقای حبیب حسینی فرد به نام آموزه‌ها و جنجال‌های پایان ناپذیر ابتذال شر خوندم. توی این مقاله در واقع نگاهی کرده به انتقادهایی که به کتاب ابتذال شر و ایده هانا آرنت تو اونجا مطرح شده روی 4 تا محور. من فقط روی یک محورش که برای من ایجاد سوال کرد این بود،
اون محور این بود که توصیف و تبیینی که آرنت از آیشمن به دست میدهد و توی این محور سوالی که داره مطرح میکنه اینه که آیا اون چیزی که آرنت میگه یک نوعی تقلیلگرایی و ساده سازی مسئله آیشمن نیست؟ اینکه در واقع ایده آرنت توی مسئله آیشمن به نوعی در مقابل کسایی بوده که میخواستن تمام مسئولیت ها و تصمیماتی که توی قضیه در واقع آیشمن توی قضیه هولوکاست و اینا بوده رو به گردن آیشمن بندازن و این رو بزرگش بکنن. توی این مقاله به یه در واقع مستنداتی هم اشاره میکنه، از جمله این که آیشمن توی سال 1944 زمانی که در واقع خودش رأساً تصمیم میگرفته و اجباری هم نداشته همچنان به اعزام یهودیان به اردوگاه مرگ ادامه داده، یا اینکه جاهایی که میتونسته از مرگ یهودی‌ها جلوگیری بکنه و مورد بازخواست هم خودش قرار نگیره، یعنی از اون ایده‌ای که یک کارمند ساده است که فقط داره وظیفه‌شو انجام میده خارجه، ولی کاری نکرده. این دوتا موضوع بر اساس یک یهودی محقق آمریکایی به نام راول هیلبرگ و همینطور یه جای دیگه به کتاب خانم بیتنا استانگنت اگر اشتباه نکنم توی کتابی به نام آیشمن قبل از اورشلیم اشاره میکنه و اونجا میگه نوار صحبت‌های آیشمن در زمان اقامت در آرژانتین قبل از محاکمشه، یعنی 3 سال قبل از محاکمشه، که نشون میده یک یهودی ستیزی کاملا بارز و شدید وجود داره و هیچ ابایی از بیان این مسئله نداره و کاملا حتی یک جمله کوتاهش من میخونم از این جمله الان از خود آیشمنه، میگه باید صادقانه بگویم اگر شمار 10,300,000 یهودی را که کورهر تاریخدان در قلمرو آلمان ذکر کرده به تمامی از بین برده بودم، آن وقت رضایت من تام و تمام بود و آن وقت بود که دشمن یک سره نابود شده بود. سوال من اینه که نظر شما در این مورد چیه؟ که آیا این ایده آرنت در مورد آیشمن آیا ساده سازی هست؟ آیا ندیدن قصد و نیت خود آیشمنه؟ و اینکه سوال دوم اینه که آیا آیشمن مبنای تفکر آرنت در مورد ابتذال شر بوده، یا اینکه در واقع این ایده رو آرنت داشته و با استفاده از آیشمن سعی کرده این نظریه خودش رو تبیین کنه؟ ممنون. بله، این دوتا منبعی که نام بردین، یکی آلمانی و یکی انگلیسی، خب معروفن، به انگلیسی هم ترجمه شده و کتاب خانم بیتنا و بسیار چیز سرصدا کرد اون سالی که منتشر شد، فکر کنم 2-3 سال پیش بود و تحقیق بسیار بسیار تحقیق خوبی کرده از نظر اینکه تمام منابع و بسیاری از چیزهایی رو دیده و بررسی کرده که در دسترس آرنت نبوده. طبیعتاً میدونیم که آرنت حدود شاید 3500 صفحه گزارش بازجوهای پلیس و بازپرسی‌های آیشمن رو خونده بود، حجم عظیمی مطالعه کرده بود از اسناد دادگاه، ولی طبیعتاً خیلی چیزها بود که در دسترسش نبود و خیلی طبیعی بود که نتونه همه مسائل رو در نظر بگیره. این یک نکته. نکته دوم این که مسئله بنال بودن ایوال اولین بار توی جایی که من دیدم سال 1945، در سال 1945 یعنی آشمان در اورشلیم مال سال 63، یعنی چندین سال قبل از، بیش از 10 سال قبل از قضیه آیشمن، کتاب آیشمن و قضیه آیشمن در مکاتباتی که با یاسپرس داره مطرح میکنه. و اتفاقا
کلمه بنالیتی از دهن حالا بعد زبان یاسپرس خارج میشه، یعنی یاسپرس استادش بود دیگه، بحث میکنه راجب و یاسپرس هم باش موافق هست در اون نامه هایی که رد و بدل میکنن، اینه که هیچ شر ماهیت دیابولیکال و چیز نداره، شیطانی نداره و انسانی کاملا. و بعد مثلا خود یاسپرس مثالی که میزنه میگه درست مثل ویروس میمونه، یه ویروس وقتی که یه ویروس معمولیه مثل آنفلانزا و اگر در حد یکی دو نفر باشه خب یه چیز معمولیه، ولی اگر تمام دنیا رو گرفت مثل پندمیک شد خب این میشه اون چیزی که الان اتفاق افتاده در مثلا نازیسم. میگه این باز اون رو از غیر عادی بودن خارج از عادی بودن خارج نمیکنه. پندمیک شدن یک چیزی اون رو، پندمیک شدن یک جنایتی اون رو از ابعاد انسانی خارج نمیکنه. این چیزیست که با آرنت کمابیش موافقن، البته باز بعدن اختلاف نظرهای بینشون پیش میاد، ولی میخوام بگم از سال 45 45 که میگم یعنی حتی کتاب خاصگاه های توتالیتاریسم سال 51 منتشر شده، در اواخر کتاب خاصگاه های توتالیتاریسم هست که بحث شر رادیکال مطرح میشه. مسئله شر از ابتدا دغدغه فکری، یعنی از ابتدا که از زمان ظهور نازیسم دغدغه فکری آرنت هست، بنابراین خیلی قدیمی تر از قضیه آشمن هست. این یک نکته. نکته دوم که به این مسئله جواب داده، خیلی دیبیت بسیار زیادی بین آرنت شناسان بود بعد از انتشار این کتاب، و بحث بر سر این بود که تا چه اندازه یافته های جدید تئوری آرنت رو نقض میکنه. این نکته توجه داشته باشین که حتی اگر فرض بکنیم که آشمان یه نفر بود که انتی سمایت بود، کاملا ضد یهودی بود، انگیزه ضد یهودی داشت، انگیزه ایدئولوژیک داشت و کاملا نازیست بود، باز هم در تئوری آرنت هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اختلافی نمیفته، چون از نظر آرنت، حتی از نظر آرنت اون چیزی که مهمه اینه که میگه نیت دیگه ایرلونته، میگه نیت دیگه مهم نیست، از حالا به بعد دیگه نیت مهم نیست، چون که همه کسانی که در اون آدم‌های عادی شرکت کردن در این جنایت، شهروندان عادی با نیت‌های عادی، اون راننده قطار با چه بسا هیچ اعتقاد، ما اینو خودمون در جمهوری اسلامی مگه نمی‌بینیم؟ در جمهوری اسلامی نمی‌بینیم چقدر آدم‌هایی هستن که عادی‌اند، به صورت حالا در مشاغل مختلف دارن خدمت می‌کنن به اون سیستم، به اون سیستم، و قصدشون خدمت به اون سیستم نیست، قصدشون نیست اون سیستم بچرخه، قصدشون اینه که زندگی خودشون بچرخه، در حقیقت با به خاطر منافع شخصیشون دارن با اون سیستم همکاری میکنن. این اتفاق خب در ابعاد بزرگتری در چیز افتاده بود، در آلمان افتاده بود، و خیلی ها به خاطر اینکه زندگیشون بچرخه، آسیبی به خودشون نرسه، یه موقع متهم نشن، و هزاران انگیزه های عادی معمولی در حقیقت، یا آدم های وطن پرستی بودن یا خواهان عظمت آلمان بودن در دنیا، همه اینها موجب میشد که با نازیسم همکاری کنن. بنابراین شخص آیشمان را هم حتی اگر اثبات بکنیم که این آدم انتی سمایت بوده، آدمی بوده که انگیزه شیطانی داشته، باز هم اثبات نمی کنه که لزوماً اون چیزی که کانت می گفت، یعنی که برای وقوع شر نیت لازمه، این درسته. حرف کانت، اون چیزی که مهمه اینه که آرنت حرف کانت رو نقض می کنه، اون رشته پیوندی که کانت بین نیت و عمل برقرار می کنه اون رشته رو پاره می کنه. بنابراین دیگه مهم نیست که ما دنبال نیت آدم ها بگردیم، نیت دیگه مهم نیست، نیت می تونه، آرنت میگه اصلا مهم نیست طرف نیت داره یا نه، مهم اینه که اون آدمی که این کار انجام میده چه نیت داشته باشه چه نیت نداشته باشه، اون آدم نمی اندیشد، یعنی اون آدم چه آشمنی باشه که انتی سمایت باشه یا آشمنی باشه که کارمند معمولی باشه، او وقتی که مرتکب جنایت میشه اون نمی اندیشه، اون دلیلی که به اصطلاح دست میزنه به این کار اینه که
فاقد تخیل اخلاقی است، به اصطلاح آرد. تخیل اخلاقی داشتن یعنی چی؟ یعنی من بتونم خودم رو به جای شما خیال کنم، از جایگاه شما فکر کنم و از جایگاه شما ببینم. هیتلر فاقد تخیل اخلاقی بود. فرق نمیکنه که شما اون رو چیز بدونید، نیت بد بدونید یا نیتش رو معمولی بدونید. ولی این که لزوماً اون حرفی که کانت میگفت لزوماً شر باید با نیت بد باشه، همچنان حرف آرنت درسته و درست به نظر میاد و این تحقیقات جدید طبیعی است که بسیاری از چیزایی که آرنت ندیده رو دیده و ممکنه به نتایج دیگه رسیده باشه و چه بسا آرنت هم بود همین رو میگفت بهش. خیلی ممنون. الان 2 ساعت وقت رسمی جلسه‌مون که اعلام شده بود تموم شده، ولی و اگه دوستانی که تنظیم کرده بودن که الان به کارهای بعدشون برسن، ما ازشون عذرخواهی میکنیم و همینطور خداحافظی اگر خواستن ما رو ترک کنن. ولی اگر آقای خلجی وقتشون اجازه میده و دوستانی که 3 نفر دوستانی که هنوز سوال دارن، ما میتونیم ادامه بدیم. من در خدمت شما هستم. مرسی ناصر عزیز. ممنونم آقای خلجی، خیلی عالی بود، خیلی استفاده. من 2-3 سوال دارم، سعی میکنم که خیلی مختصر بگم با توجه به وقت و اینا. اولین سوالم در ادامه صحبتی هست که آقای دکتر اتابکی مطرح کردن و شاید حق اینه که این سوال رو بیشتر از خود آرنت بپرسیم. ولی خب ما شما رو به عنوان نماینده آرنت در نظر میگیم. از این توصیفی که از هالوکاست ارائه میشه به اتفاقی که حالا در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، یه توصیفی که از نظر توصیفی یه پدیده خاصی بود، پدیده متفاوت از همه اون چیزی که در قبلا اتفاق افتاده بوده و همه اون چیزی که حتی الان داره اتفاق میفته. حالا آقای دکتر اتابکی به استالین و شوروی اشاره کردن و درست هم میگید به نظر من. حالا اون مطلبی که فرمودید رو ندیدم، ولی هم توی این کتاب آیشمن در اورشلیمش و هم تو بقیه کارهای آن آرند هیچ جایی من ندیدم که مثلا اشاره کرده باشه که آره این پدیده مشابهش اونجا بود یا با اونم مشابهت اینجوری داشت. یعنی این تفکیک انگار که خیلی قویه تو ذهن آرند. اما توضیحاتی که برای این پدیده داده میشه توسط آرند و شما یک دوتاشو به دقت و با جزئیات مطرح کردید، این سوالو برام ایجاد میکنه که چرا اینقدر دیر و چرا اینقدر کم. یعنی هالوکاست اینقدر دیر و چرا اینقدر کم؟ با اون دلایل انتظار میره که هالوکاست خیلی وقت پیش اتفاق افتاده باشه و همینطور خیلی زیاد اتفاق افتاده باشه. این که مثلا حالا یکی از دلایلی که شما به درست توضیح دادید انگیزه های عادی آدم ها. خب انگیزه های عادی آدم ها همیشه وجود داشته، همیشه تاریخ وجود داشته. این چیز جدیدی نیست که مثلا دهه 30 میلادی شکل گرفته باشه که هالوکاست حاصل اون باشه. یا صحبت هایی که حالا هانا آرنت توی اون کتاب Human Conditions راجع به عرصه سیاسی، تعطیل شدن عرصه سیاسی داره مطرح میکنه، مقایسه contemplative life با active life و بحثی که راجع به افلاطون و ارسطو و تفاوتشون، این که مثلا فلسفه چجوری از عرصه عمومی کشیده بیرون و سیاست تعطیل شده، عرصه سیاسی تعطیل شده، پدیده جدیدی نیست. پدیده یه که به هر حال بیش از 2000 سال سابقه داره. یا بحثی که راجع به انسان اقتصادی اکونومیکی من داره مطرح میکنه توی بحثای روشنگریش و عصر انلایتمنت که اصلا بازم روی عرصه سیاسی تاثیر گذاشت و اینا، اینم پدیده جدیدی نیست، پدیده چندین قرن وجود داره. و همینطور راجع به اندیشیدن که حالا با هایدگر خیلی چیز داره، اندیشیدن و نااندیشیدن هم پدیده جدیدی نیست. یعنی به نظر میاد که این نااندیشیدن یه پدیده بوده که همیشه وجود داشته و اینا. و اگه اینا رو به عنوان دلایل این اتفاق، این فاجعه بدونیم، اینا همیشه وجود داشته و چرا فقط توی نیمه حالا اول این اتفاق میاد بروز پیدا میکنه؟ 2 تا سوال دیگه دارم. یکی این که این انگیزه عادی رو اینا رو که مطرح میکنید به درستی هم من هم حداقل فهمم از اون کتاب آیشمن در اورشلیم این بود، منتها ارتباطش به الهیات مسیحی به نظرم میرسه که اتفاقا داره تایید میکنه الهیات مسیحی رو. یعنی به یک معنی، به یک مفهوم میشه گفت داره تایید میکنه. به این معنی رو درسته که عنصر شیطان و ایول و اینا رو اهریمنی به معنی خدا چیزش رو چیز نمیکنه، ولی اینکه تو ذات بشر هست، همه ما این ویژگی رو داریم.
این نقطه مشترک آیشمن یک آدم خاصی نبود که اتفاقا اون خانشی که دنبال اینه که اینا رو بگه آدمای خاصیان، شیطان خاصیان، ذات شیطانی دارن، داره از الهیات مسیحی فاصله میگیره، چون داره میگه یه عده آدم هستن که این ذات رو دارن، یه عده آدم هستن یا اکثریت ندارن، در حالی که تو الهیات مسیحی ما همونطور که به درستی گفتیم ما هممون گناهکار به دنیا میایم، انگار که هممون اون دیالکتیکی بین شیطان و ذات ما وجود داره، همیشه وجود داره، و بنابراین یه جورایی میشه گفت برگشت به الهیات مسیحیت هم هست با عادی کردن اینکه ما هممون پتانسیل اینو داریم که به این به اون شر حالا رادیکال یا شر بزرگ مشارکت کنیم. بعد یه چیزی هم که فکر میکنم حالا بحث گسترده‌ای داره ولی بعد نیست مطرح بشه، حالا تو جلسه بعدی شاید یا این جلسه هم اگه وقت شد، که اگه آیشمنو برمی‌داشتیم و هیتلر رو جلوی آرنت میذاشتیم، فکر میکنید چجوری اونو میخوند کاری که هیتلر کرده؟ چون اتفاقا در مورد هیتلر، در مورد استالین، در مورد حالا سیاست مدارای خودمون، من یه چیزی که دارم میبینم اینا احتمالا اهل اندیشن، اتفاقا اندیشیدن تو اونا خیلی قویه، فکر میکنن، ایدئولوژی دارن، برنامه‌ریزی دارن، و همون اندیشیدن است که یک شر رادیکالی رو ایجاد میکنه. اتفاقا بعید میدونم بشه گفت که مثلا استالین اهل اندیشه نبود یا نمیدونم هیتلر اهل اندیشه نبود، اونا برای خودشون اندیشه داشتن، یه ایدئولوژی داشتن و از سر عدم آگاهی یا عدم اندیشیدن نبود که کاری کردن. حالا آیشمن ممکنه تو اون موقعیت بود که مثلا فقط یه کارمند عادی بود میخواست پروموشن بگیره، هیتلر که اینجوری نبود که، هیتلر اندیشه داشت، تفکر داشت. و آیا هر اندیشه لزوماً، هر نوع اندیشیدنی لزوماً خوب هست یا نه؟ ببخشید اگه طولانی شد و ممنونم. سوالی که کردین شما همه سوال مهمی بود و امیدوارم بتونم در وقت کوتاهی جواب بدم. سوال اولتون خیلی مهمه و من پیشنهاد میکنم همون مقاله که گفتم Some Questions of Moral Philosophy، اون این در حقیقت جستار بلند آرنت هست، اینو حتما بخونید، به این سوالتون خیلی خوب جواب میده. ولی من کوتاه بهتون بگم دلیلش این بود که قبل از اینکه هولوکاست اتفاق بیفته یک اتفاق مهم دیگه افتاده بود و اون این بود که در پایان قرن 19 و اوائل قرن 20 در حقیقت یک کلپس، یک سقوط اخلاقی اتفاق افتاده بود. وقتی نیچه میگه که ما باید ارزش ها رو از نو ارزیابی کنیم، در زمانی داره صحبت میکنه که ارزش ها به معنا شدن و معنای خودشون از دست دادن، باید خدا میمرد، باید مرگ خدا اتفاق میافتاد، باید اخلاق بی ارزش میشد، باید همه این اتفاقات میافتاد که هولوکاست اتفاق میافتاد. یعنی زمانی باید اون سقوط اخلاقی که گفتم من میخواستم راجع به موضوع صحبت کنم ولی فرصت نبود، به شکل‌های مختلفی از روبرت موزیل بگیرید، از هرمان بروخ بگیرید، از نمیدونم پول والری بگیرید، انواع و اقسام نویسنده ها بگیرید و فیلسوفا بگیرید، همه دارن از یه بحرانی دارن حرف میزنن. شپنگلر اون کتاب افول غرب رو مینویسه و آدم های مختلف. زمان بحرانی اتفاق افتاده، بحران اخلاقی، که نظام‌های اخلاقی سنتی فرو پاشیده. وقتی نظام‌های اخلاقی سنتی فرو پاشیده دیگه معلوم نیست راست چیه، خوب چیه، بد چیه، دیگه قدرت قضاوت رو آدم‌ها از دست دادن در این شرایط، یعنی محصول سقوط نظام اخلاقیه. وگرنه حرف شما درسته، همه این اتفاقات میتونست قبلا بیفته، ولی قبلا نظام‌های اخلاقی سرپا بودن، اون نظام‌های اخلاقی نمیذاشتن این اتفاق بیفته. ولی حال تفصیل مطلب رو در همون مقاله آرنت میتونیم پیدا بکنیم. خواستین هفته آینده میتونیم باز صحبت کنیم راجع به موضوع، چون خیلی موضوع مهمیه این که بازسازی اخلاقی شما اگه نکنین جامعه رو میتونه به فجایع بسیار بزرگی منتهی بشه، چون جامعه اون وقت یه قدرت تشخیصش از دست داده بود. نکته که گفتیم راجع به نکته دوم در مورد آرنت، نه بر نمیگرده به مسیحیت، به دلیل اینکه در مسیحیت منشأ خیر و شر خود خدا، منشأ خیر خداست، منشأ خیر خداست. شما منشأ خیر رو، یعنی در حقیقت خداوند که خیر مطلقه، و بعد کاملا
آرنت سکولاره، یعنی اینکه وجدان اخلاقی رو خیلی کانتیه دیگه، وجدان اخلاقی رو و کامن سنس رو، این دوتا رو معیار اخلاق میکنه. در حقیقت یک کامن سنس داریم بیرون که شما در ارتباط با آدم ها و در کامونیکیشن با آدم ها هست که شما میتونین در حقیقت سنیتیتون رو و در حقیقت عقلتون رو حفظ بکنین، و از این طرف هم یه وجدان اخلاقی دارین، این اینویزیبل سلفی که کانت ازش حرف میزد دارین، و با این هست که دارین هدایت میشین. شما از بیرون دستور نمیگیرید. کانت کاری که کرد رشته اخلاق رو پاره کرد با آسمان، توجه میکنین دیگه رشته اخلاق با آسمان، دیگه اخلاق دیگه آسمان نیست، همین زمینه، همین تو قلب منه، بنابراین بر نمیگرده به مسیحیت. نکته سومی که فرمودید راجع به اندیشیدن، من تأکید کردم مراد آرنت از اندیشیدن فکر کردن به طور مطلق نیست، بلکه به مفهوم خاصه، یعنی که اندیشیدن من بتوانم انقدر تخیل داشته باشم که خودم رو جای شما بگذارم، چون اون چه که در اخلاق چیز مهمه، کانت مهمه، کانت میگه که در هر اصل اخلاقی میخواید شما ببینید اخلاقی یا نه، ببینید آیا دوست دارید این جهان شمول بشه یا نه، آیا دوست دارید هرچه بر خود میپسندی باید دیگران هم بپسند، آیا اگر شما یه جا میخواید دروغ بگین باید فکر کنید ببینید که آیا دوست دارید در همچین شرایطی بودید به شما دروغ میگفتن، اگر دوست ندارید پس معلومه این کار غیر اخلاقیه. ها؟ اندیشیدن یعنی که من از جای شما به این فعل خودم نگاه بکنم، من میخوام به شما خیانت بکنم، یه لحظه خودم رو بذارم جای شما که من دوست داشتم شما بود جای من بودی و به من خیانت میکردی، این باید من از اون عمل باز بداره، توجه میکنین؟ یعنی که این به اصطلاح آرنت و کانت توی نقد قوه حکمش میگه extended thought، فکری که اکستند شده، توجه میکنید، گسترش پیدا کرده، من بتونم به جای شما هم فکر بکنم، نه فقط به جای خودم، که به جای شما هم فکر بکنم، از اون طرف وقتی که پای قضاوت میرسه من فقط و فقط به ندای وجدانم گوش بگم، نگم من ما فوقم اینو گفت یا مرجع تقلیدم اینو گفت یا رهبر حزبم اینو گفت یا فلان کس اینو گفت یا سنت اینو گفت یا اون ایدئولوژی اینو گفت، نه نه نه، بلکه به صدای وجدان خودم گوش بکنم. پس دو تا عنصر داره این اندیشیدن، که با منظوری نیست که طرف متفکر نیست، طرف میتونه متفکر باشه، طرف میتونه فیلسوف باشه. نمونه مهمش هایدگر هست. نمونه هایدگر در یک جایی بود که هایدگر از نظر فلسفی، اگر شما که با فلسفه آشنا هستید میدونید که هایدگر یک نابغه بود از نظر فلسفی. الان که ما هایدگر رو بعد از نزدیک 100 سال میخونیم، واقعا شگفت انگیز نبوغ این آدم، نبوغ فلسفی این آدم، ولی این به این معنا نیست که او در اخلاقا هم اندیشا بود. اندیشیدن اخلاقی غیر از اندیشیدن فلسفی و اندیشیدن علمی، و بله کسانی که تو این سیستم ها کار میکنن همه دکتر مهندسن، هم بر جمهوری اسلامی فکر میکنن که آخونده مملکت رو نگه داشتن، این دکتر مهندسن مملکت رو اداره میکنن، کی صنایع هسته ای رو اداره میکنه، کی نام تمام دکتر مهندسن، آخونده که سواد این چیزا رو ندارن که، ولی بحث این نیست که اینا بی سوادن، بحث سر اینه که آیا از نظر اخلاقی تخیل اخلاقی دارن، میتونن اون زمانی که اون کار رو انجام میدن خودشون رو در مقام قربانیانشون انجام بدن و از چشم اونها نگاه بکنن، اینه مسئله. و به خاطر همین هم هست که آرنت روی استوری تلینگ و روی قصه گفتن خیلی تأکید میکنه. یه قصه باعث میشه که شما داستانو از چشم یه نفر دیگه ببینی، یه نفر دیگه روایت میکنه داستانو، و بعد میبینی که خب این او چجور رنج میکشه، او چجور حس میکنه، او چجور عذاب میکشه، و اینکه تو اگر بتونی خودت رو جای او بگذاری و به جای او رنج بکشی، به جای او عذاب بکشی، وقتی که دست به ما عمل نمیزنی. متشکرم. دانیال که میکروفونش درست کار نکرد سوالشو نوشته و اینو با اجازهتون میخونم. گفتن که با توجه به زندگی هانا آرنت که حمایت از تشکیل دولت یهودی و ارتش یهودی وجود داشته و با توجه به کشتارهایی که دولت و ارتش اسرائیل در صبرا و شتیلا مرتکب شدن، به نظر شر شبیه به هولوکاست اتفاق افتاده.
هانا آرنت در سال 1975 فوت کرد و این اتفاق در سال 1982 رخ داد. به نظر خود هانا آرنت علارغم مطرح کردن این نظریه در تشکیل حادثه شر به نظر خود هانا آرنت علارغم مطرح کردن این نظریه در تشکیل حادثه شر نادانسته مشارکت داشته و گفتن که من به شخصه چند ما با فلسطینی مسلمان و یهودی های اروپایی زندگی کردم و به شخصه از فلسطینی ها کمی بیزارم. میخواستم نظر شما رو بدم. بله، در مورد این هم اینم باز خیلی داستان مفصل، تاریخ مفصل داره. آرنت با ابتدا صهیونیست بود، دو تا سازمان صهیونیستی هم مسئولیت داشت، طرفدار تشکیل ارتش صهیونیستی هم بود، اینا همه درسته، ولی خیلی زود از ایده تشکیل کشور اسرائیل دست کشید و سر همین مسئله با گرهارد شولم که دوستش بود، متفکر بزرگ یهودی بود و خیلی هم با هم دوست بودن، سر این مسئله اینها با هم خیلی تنش پیدا کردن که نامه هاشون هست و حتی به اونجا رسید که یک تعبیری رو شولم در مورد آرنت به کار برد که به مفهوم اکس کامیونیکیشن بود، یعنی خارج کردن از جامعه یهود، و خیلی شوکه شد آرنت. و آرنت اتفاقا سر قضیه فلسطینی ها نوشت و نوشته هاش هست که این اتفاق داره، این اتفاق هولوکاست داره میاد، هم حرف شما زدین رو اون آرنت به زبان خودش گفته و به خاطر همینم بسیار بسیار از جانب جامعه یهود تحت فشار قرار گرفت و حتی بهش میگفتن تو یهودی نیستی، تو حس قومی نداری، تو حس عضویت نداری در این جامعه، و از این بابت خیلی به اصطلاح مطرود شد و خیلی آزار دید. شکرم. مرسی سینا عزیز، ببخشید که خیلی هم منتظر. سلام بر همه و مرسی از دوستانی که این جلسه رو تشکیل دادن و آقای خلجی عزیز که این درس گفتار رو خدمتشون بودیم و به گفتگو نشستیم. من سه تا سوال داشتم، سعی میکنم حالا خیلی کوتاه و مختصر بگمشون، اگر که توضیح نیاز داشت لطفا بفرمایید. یکی این که گفتین، یعنی اینجوری من برداشت کردم که وقتی که توضیح دادین از این ارتکاب به شر هانا آرنت در واقع به این، وقتی که توضیح میدن چرا این اتفاق میفته، در واقع میگه که به خاطر فکر نکردن، و این به معنی این که خودشون رو نمیتونن جای دیگران بذارن و به قضیه نگاه کنن. اما بعد انگار توی توضیحاتی که بعد داده شد این قضیه بر، آیا اینجوری بگم، آیا میشه این قضیه گرد گردو نیست دیگه، یعنی ما نمیتونیم بگیم هر کسی که فکر نمیکنه یا نمیتونه خودشو جای دیگرون بذاره مرتکب شر میشه لزوما؟ آیا فاکتورها و مؤلفه‌های دیگری هم دخیل هست در کنار این که باعث میشه کسی ارتکاب به شر بکنه، و اگر هست اونا چیا هست، یا اون زمینه هایی که فراهم باید باشه تا این اتفاق بیفته؟ این سال اولمه. سال دومم در پس این سال جوابا اومد اینه که در مورد وجدان و حالا اینر سلف کانت صحبت کردید که باید هر کسی داشته باشه و بر اساس این کامپس اخلاقی بیاد تصمیم بگیره و اینا، آیا هانا آرنت این رو هم اپلای میکرد به آیشمن؟ یعنی میگفت آیا آیشمن یک وجدان اخلاقی داشت یا یک اینر سلفی داشته که در چلنج بوده و حالا درسته استفاده، چون که حالا حداقل اینجوری که خانش من بود و کتاب رو خوندم و این صحبت ها، انگار به نظر نمیرسه که اون شخص دچار یک غلیان درونی باشه که بین خوب و بد میخواد تصمیم بگیره و بعد حالا بد تصمیم بگیره. حالا این در مواجهه این، آیا ما این وجدان یا اینر سلف که شما فرمودید که باید هر شخصی داشته باشه برای اینکه خودشو در مواجهه با اتفاقایی که براش میفته باید ببینه که راست درسته یا غلط درسته، این برای همه وجود داره؟ آیا حالا اونجوری که گفتید، آیا هانا آرنت به این معتقد بوده؟ به نظر میرسه یک جایی معتقد بوده و یک جایی حالا حداقل به نظر من میرسه تضادهای انگار وجود داره. و
سال سومم کوتاه میگم، این رو گفتید که خب از قبل از آیشمن این توری رو هانا آرنت داشته، ولی با وقوع آیشمن اون دادگاه و همون اتفاقات بعدیش این در واقع یک انسجامی میگیره، خیلی اپلای میکنه نظریاتش رو روی آیشمن. آیا حالا شاید این توی جستارهای بعدی بحث بشه، آیا چون که این فقط یک نمونه است و انگار که خیلی جنرالایز شده، جهان شمول شده، این نظریه رو حداقل هانا آرنت جهان شمول مطرح کرده، آیا آزمایش های بعد از اون انجام شده، تئوری در واقع آزمایش های یا از این کارهای میدانی که میکنن یا از اون کارهایی که مثل اون زندانی بود که یه سری زندانبان بودن یک سری زندانی و بعد دیدن حالا چه اتفاقی میفته، آیا ما آزمایش هایی در تایید یا رد این نظریه هم وجود داره بعد از خود هانا آرنت؟ مرسی. بله، من سال اولتون فراموش کردم. چی بود سال اول؟ آنمیوتشون میکنین لطفا. آره ببخشید، سال اول این بود که شما از اینجا که این ارتکاب به شر اتفاق افتاده رسیدید به این که در واقع چرا این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه این فکر نمیتونه خودش رو جای دیگر میزه. آیا حالا برعکس، اگر که هر کسی که فکر نمیکنه و خیلی ما احتمالا تو جامعه داریم، آیا لوازم دیگه ای هم نیاز داره؟ نه نه، ببینید داستان شر البته پیچیده است. آرن تأکید میکنه که The Banality of Evil اصلا نظریه نیست، اصلا تز نیست، دکترین نیست اصلا، بلکه یک مشاهده است. و آرنت میگه که من یه پدیدارشناس سیاسی هستم، It's a political phenomenology، و یک پدیدارشناسی سیاسیه، در حقیقت از یک فکتی داره حکایت میکنه، بنابراین کسی که مرتکب جنایت میشه ممکنه سادیست باشه، ممکنه مجنون باشه، ممکنه هزاران چیز اتفاق دیگه بیفته. منتها اون چیزی که گفتم در آرنت نقطه قوتش هست، این گسستن این ارتباط ضروری بین نیت و عمل هست. ضرورتاً همچی چیزی نیست، ولی میتونم باشه نیت شر، بله میتونه نیت شر داشته باشه. آرنت که آرنت خودش اولین کسی که بعد از هولوکاست یک کار عالمانه و تحقیقی راجع به آنتیسمیتیسم کرد، آرنت بود که کار جدی کرد. اون که منکر آنتیسمیتیسم نیست، اون میگه که لزوماً همه کسانی که مرتکب شر میشن نیت شریرانه ندارن. این به این مفهوم نیست که هیچ کس نداره یا هیتلر نداشت، توجه میکنیم. این نکته است. نکته بعد اینه که راجع به وجدان اخلاقی اینجا بسیار کانتی هست، کاملا کانتی هست آرنت، هم راجع به وجدان اخلاقی هم راجع به کامن سنس و عقل مشترک یا حس مشترک. در حقیقت معتقد هست که همه انسان ها دارن، و مشکل چیز هم این بود که مشکل آقای آیشمن این بود که به صدای وجدانش انگار اصلا این عاجز بود از گوش کردن به صدای وجدان، انگار که صدای وجدانش چیز شده بود، مسکوت ساکت شده بود، خاموش شده بود. ولی تردید از نظر کانت و از نظر آرنت تردیدی نیست که این صدا هست همه جا، منتها شما میتونید این صدا رو یک کاری بکنید، با ارتکاب یک کارایی میتونید این صدا رو خیلی ضعیف بکنید، ولی هرگز خفه نمیشه. چرا؟ چون اگر خفه بشه شما دیگه مسئولیت اخلاقی نخواهید داشت، میدونید. و انسان اینا، هم کانت هم آرنت، هر دوشون حساسن روی مسئله مسئولیت اخلاقی. شما به نحوی نباید تبیین بکنید که مسئولیت اخلاقی رفع بشه. اگر شما بگید که بله بعضی انسان ها وجدان اخلاقی دارن بعضی ها ندارن، یعنی که بعضی مسئولیت اخلاقی دارن بعضی مسئولیت اخلاقی ندارن، و این خیلی خطرناکه. بنابراین باید بگیم که این وجدان اخلاقی هست، در همه هست، در حقیقت همه میتونن به این صدا گوش بدن. البته یه عده
آمدانه یا غیر آمدانه ناخواسته یا ناخودآگاه صداشو ضعیف میکنن، ولی این وجود داره. شما میتونید مثل ذوق زیباییه، ذوق زیبایی همه آدم ها دارن، شما میتونید پرورشش بدین ذوق زیبایی رو، درکتون از زیبایی بیشتر بکنین، میتونید درکتون رو تنزل بدین از زیبایی، هر دوش ممکنه. درک به اصطلاح قوه اخلاقی هم میدونید که کانت بحثش راجع به اخلاقی بحث مهمش تو بخش نقد قوه حکم نقد سومشه که مربوط به زیباشناسیه. بنابراین این همون ذوق زیباشناختی میتونه تنزل پیدا کنه، میتونه پرورش پیدا بکنه. و نکته سوم که مربوط بود به، باز فراموش کردم، ببخشید لطفاً، کارهای میدانی، آزمایشی. آن کارهای میدانی، همونطور که عرض کردم، بله، این همه خود آرنت تأکید میکنه، میگه که روانشناسا باید کار خودشونو بکنن، جامعه شناسا کار خودشونو بکنن، ببینن چجوری میشه که همینطور انجام دادن. این از منظر فلسفه اخلاق نیست، از منظر فلسفه اخلاق در حقیقت مشکلی که هست، مشکل اینه که شما برای شر نظریه پیدا بکنی و این نظریه پیدا نمیشه. و خود آرنت هم میگه که من، حرف من نظریه نیست، حرف من مشاهده است، مشاهده پدیدارشناختیه. حرف آرنت از موضع فلسفه اخلاقه، وگرنه شما از موضع روانشناختی، البته که شما میتونید تحقیق روانشناختی بکنید ببینید که چجور میشه جوامع توده‌ای به وجود میان، و خیلی هم تحقیقات بسیاری انجام شده، یا از لحاظ جامعه شناختی یا از لحاظ انتروپولوژیک و چیز رشته ها و رویکردهای مختلف میتونن این کارو بکنن و کارشون هم درسته، منتها از منظر فلسفه اخلاق چجوری باید دید داستان رو. میدونین این مسئله از منظر اخلاقی که کانسرن و مسئله آرنت هست، وگرنه نمیخواد بگه که حرفی که من میزنم دیگه همه سوالا رو در همه رشته ها جواب میده، نه به هیچ وجه. مرسی. من اول اشاره کنم که من و مهدی همسن هستیم و من اگه کسی چند تا سوال بزنم واسه کلان همش رو یادم میره. آره، باز شما که بعضیاش یادتون مونده خیلی خوب. نه دید، در نظر داشته باشین که اینجا ما شب داره به آخر میره، شما تازه اول صحبتون رو گبرایید. آره، آقای تورج عطابکی هم اجازه مرخصی خواستن چون گفتن ساعت 2:30 ما گذشته. آقای عطابکی خیلی ممنونم و لطف کردید که تشریف بردید، سپاسگزارم از اینکه تحمل کردید منو. آره، و امیدوارم که در جلسات آینده بتونیم از حضورشون استفاده کنیم. سعید جان، شما هم خیلی وقت در انتظارین، بفرمایید. خب خیلی ممنون آقای خلجی، همچنین دوستان سلام عرض میکنم. ممنون. راستش من میخواستم در مورد مفهوم دیگری، البته اون در مخصوص آرن، نه اونچه که لویناس بهش اشاره میکنه، و از موضع دیگری که شما بهش اشاره کردیم در جایگاه دیگری خودمون رو بذاریم، من میخواستم شر رو از موضع اجتماعی، یعنی به نوعی جامعه شناختی بهش نگاه بکنم و ببینم که بعضی ها بر این عقیده هستن، از جمله مثلا امانوئل فی که در اصل هایدگر ستیز یا آرنت ستیز، و یه ذره موضع اون فرانسویش خیلی با آرنت مخالفت میکنه، در اصل اشاره میکنه که، یعنی میخوام به این اشاره کنم که اون فاکتورها و مؤلفه هایی که وجود داشته برای به وجود اومدن شر، چه برای آیشمن، چه حتی مثلا برای هیملر، گورینگ، یا مثلا سران اس اس، یا کلن جامعه اون موقع آلمان، روشنفکرانش، اساتید دانشگاه، تمام نخبگان بزرگ زمان در از پس وایمری یا زمان هیتلر، این مسئله استش که اگر بخوایم به نوع جامعه شناختی نگاه بکنیم، آیا ما میتونیم بگیم که این مؤلفه ها میتونسته در ایجاد شر، در از شر رو، اون شری که به وجود اومده یا اون کارهایی که آیشمن کرده رو در از بهش یک موه تایید بزنه؟ اون همینی هستش که ما در از بریم به موضع دیگری، در این زمانی که آیشمن زندگی میکرده، جنگ جهانی اول و پشت سر گذاشته، پیمان ورسای بهش تحمیل شده،
اون همه به اصطلاح مسئله اقتصاد آمریکا و فروپاشی اقتصاد آلمان، بیکاری، فقر و و و و همه اینهایی که دوستان همه آگاه هستن، آیا این باعث شده که آیشمنی به وجود بیاد یا هیتلر یا هیملری که تمام بدبختی رو سر یهودیان میبینه و تمام شعارش و ایدئولوژیش این هستش که ما هر چه مشکل داریم به خاطر یهودیان و بانکداران یهودی هستش و در اصل یک سری فاکتورها و مؤلفه‌ها رو برای اینکه اون شر ایجاد بشه به وجود آورده علاوه جامعه شناختی که ما اگر بخوایم در موضع دیگری، یعنی خودمون رو برگردونیم به اون موقع است نجات پرستی و کشورمون که تحقیر شده از طرف متفقین، تمام اینها رو اگر بخوام کنار هم بچینیم، آیا میتونیم ما اینجوری نگاه بکنیم که این میتونه اون در از شر رو موجه بدونه، یعنی برای نجات کشور، برای نجات آلمان، برای نجات اون گذشته عظمت آلمان، تمام اینها رو به اصطلاح به نوعی ما در نظر بگیریم که پس میتونسته این جنایات به اصطلاح انجام بشه؟ بله، دو نکته است. یکی این که شما از تبیین روانشناختی یا جامعه شناختی صحبت میکنید، یعنی که میگین خب ما ببینیم که این آدم چه سرگذشتی داشته، چه اتفاقاتی براش افتاده و چه جوری این در حقیقت موتیویتد شده و انگیزه پیدا کرده برای اینکه این، خب بسیار خوب، این اشکالی نداره، این میتونه کاملا این کارا رو خیلی زیاد انجام دادن، ولی این حرف آرنت از موضع اخلاقی توجه داشته باشه. از موضع اخلاقی شما حتی اگر اون سرگود، مگر اینکه یه کسی کاملا عقلش رو از دست داده باشه، یعنی که کاملا مجنون باشه، یا مثلا یه نفر کاملا مست باشه، یا یه کسی باشه که مثلا دراگ و مواد مخدر استفاده کرده باشه و کاملا از خودش بیخود شده باشه و در حالت عادی نباشه، در به استثنای این موارد کسی که در به اصطلاح هنوز یه مقداری سنیتی درش وجود داره همچنان یعنی آدمی مختار هست، یعنی همچنان میتونه بین خوب و بد انتخاب بکنه و بنابراین آدمی هست که میتونه در حقیقت مرتکب شر بشه و در حقیقت خلاف وجدانش عمل بکنه، هنوز قادر هست که صدای وجدانش رو بشنوه، ولی نه اون اینا جای همدیگر رو نمیگیرن، اینا موازین. از یه چیز هم که اشتباه میشه سر مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی، مثلا ما خیلی تفکیک هم نمی کنیم، ما میگیم فلان مثلا مسئولیت اخلاقی، ما میگیم فکر کنیم که هر کس مسئولیت اخلاقی داره مسئولیت حقوقی هم داره، اینا رو باید تفکیک کرد. حالا خیلی در خدمت نظام جمهوری اسلامی بودن، مثلا فرض کن استاد دانشگاه بوده ولی خب همیشه سمت جمهوری اسلامی قلط می‌خورده، این کار غیر اخلاقی می‌کرده، نه مسئولیت اخلاقی داشته نه مسئولیت حقوقی، میدونید چی میگم؟ اینا رو باید تفکیک کرد، اینا جای همدیگر رو نمیگیرن. نکته دوم این هست که اتفاقا آرنت میگه که اون چه که عجیب بود برای ما، اون چه که موجب این سقوط اخلاقی شده بود، اصلا خود نازیسم نبود. نازیسم هیچ مشکلی نداشت که نازیسم ما انگیزاش رو میفهمیدیم، انگیزه های نازیسم که مشخص بود، هیتلر انگیزش مشخص بود، اونچه که ما رو شوکه کرد، اونچه که بهت‌آور بود نازیسم نبود، نازیسم یک ایدئولوژی بود، رسماً هم میگفت چیه، برنامه‌ش هم مشخص بود، هیچ ابهامی در موردش وجود نداشت. اون چیزی که ما رو شوکه کرد خیلی عظیم میلیون‌ها انسانی بود که هیچ اعتقادی به او نداشتن ولی در همراهی او می‌کردن و با او عمل می‌کردن و در حقیقت محمل واقعی انجام جنایت‌ها می‌شدن. این بود که ما رو به تعجب برمی‌انگیخت. اتفاقا اینا بودن که ما رو شگفت زده می‌کردن. اینا بودن که اون سقوط اخلاقی رو نشون می‌دادن. نشون می‌داد که جامعه قبل از اینکه این اتفاق بیفته اخلاق درش کاملا ساقط شده، از بین رفته. توجه میکنی؟ بنابراین در مورد چیز اون دوستمون هم پرسید اگر هیتلر بود چی میگفت، معلومه که آرنت شب و روز، مگه کسی بود که یهودی باشه شب و روز کابوس هیتلر رو نداشته باشه؟ اونها با هیتلر فکر میکردن، منتها مسئله شون این بود که با هیتلر که مشخصه برای چی این کارو کرد، هیتلر که ابهامی نداشت، میدونین ابهام در آیشمن بود که وقتی باش صحبت میکردی
از کانت کوت میاره، میدونی اینقدر این آدم ابلهه، از کانت کوت میاره و این آدم میگه قادر نیست فکر بکنه، یعنی قادر نیست یه لحظه خودشو جای اون کسی بذاره که داره میفرسته در این بود که ابهام میآفرید و در حقیقت بهت‌آور میشد و در حقیقت موضوع همین بنالیتی آف ایول این هست. آرنت توجه داشته باشید که نمیخواد همه شرها رو بگه بنالن. آرنت تأکید میکنه که ما اکستریم ایول داریم، حتی رادیکال ایول داریم، همه اینا هست. این که میگه از بنالیتی آف ایول صحبت میکنه نفی بقیه چیزها نیست، نفی این هست که شما شیطانی بدونی، از ابعاد انسانی خارج بدونی. حتی هیتلر انسان بود، منتها ما تا اون موقع نمیدونستیم که انسان انقدر قادر هست که مرزهای شرارت رو گسترش بده. خیلی ممنون. آخرین نفری که دستش رو بالا برده، البته تو وقت اضافه دستش رو بالا برده، بهمن است. که بهمن جان، با سلام خدمت شما، صدای منو دارین؟ بله من میشنوم. سلام بر شما. یک سوالی من دارم پیش اومد که شما فرمودید که آرنت آیشمن یا مثلا اون راننده قطار آلمانی رو که زندانیان رو به صورت به اردوگاه ها میبرده، در حالی که اینا قصد نیتی نداشتن برای ارتکاب شر، شر مرتکب به شر میدونه، یعنی در واقع شرور میدونه. میخواستم ببینم که اینجا اخلاق رو در برابر قانون توضیح کوچیکی دارین، این چجوری از هم جدا میکنه و آیا این که مثلا آرند همون مأمور اعدام آشمند یا هر زندانبان دیگری که در کشورهای دیگه در حال اجرای حکم هستن و دارم مثلا میگن که در حال اجرای حکم خشنی هستن و یه احتمالا لحظه وجدانشون مثلا میگه وای مثلا این خشونت چرا من دارم این خشونت اجرا میکنم، آیا اونها رو هم در مکانش ارتکاب به شر قرار میده یا اونها رو به یک جوری دیگه تبرئه میکنه از ارتکاب شر؟ بله خب اینجا دقیقا این سوال ها پیش میاد و سوال های خیلی مهمی هست که وقتی رابطه نیت و عمل گسسته میشه اون وقت شما چجوری باید قضاوت بکنید. شما فراموش نکنید که همین خانم آرنت در مورد آیشمن با اعدامش موافق بود، اصلا با اعدامش مخالفت نداشت، یعنی که همین خانم آرنت که میگه که بنال بود این آدم و در حقیقت فکر نکرده بود، او رو مسئولیت رو رفت شده از اون نمیدونست، او در حقیقت مسئول فراموش کردن وجدان اخلاقیش هم بود. بنابراین باز گفتم دو تا چیز هست، یکی بحث حقوقی قضیه هست که آرنت حقوقدان نیست، اصلا هیچ ادعای حقوقی هم نداره. آرنت میگه من نظریه پرداز سیاسی هم، من پدیدارشناس سیاسی هم، و در حقیقت در آرنت هم بین اخلاق و سیاست خیلی مرز بسیار کمرنگیه. بنابراین آرنت نظریه پرداز سیاسی اخلاقی و از این موضع میبینه، اصلا از موضع حقوقی و اینا نمیبینه، بخاطر این اصلا حقوق یک دنیای دیگه داره و بنابراین قضاوتی که آرنت میکنه قضاوت اخلاقی راجع به این مورد و معتقده که حتی اگر طرف بنال هم باشه و پیش پا افتاده باشه نیتش، باز هم مسئولیت اخلاقی مبرا نیست، به دلیل اینکه همچنان وجدان اخلاقی داره و همون وجدان اخلاقیش بهش اگر گوش میکرده باز هم مقصر اوست که گوش نکرده به وجدان اخلاقیش، یعنی اوست که به اصطلاح خفه کرده یا صداشو کمرنگ ضعیف کرده، وگرنه باید صداشو میشنید و دست به جنایت نمیزد. خیلی ممنون و تشکر از صبر و حوصله همه دوستانی که حضور داشتن و با سوالات خوبشون جلسه رو پربارتر کردن و همینطور از مهدی خلجی عزیز که بیش از دو ساعت و نیم در خدمتشون بودیم و ما میتونیم با خداحافظی شما جلسه رو به اتمام برسونیم. خیلی از دوستان ممنونم. من امشب سعی میکنم که یک لیست 7-8 تا کتاب مقاله که فکر میکنم میتونه مفید باشه رو روی
صفحه فیسبوک هم و کانال تلگرام هم میذارم، امیدوارم که دوستان سودمند بیابند. خیلی ممنونم از حوصلتون و تحملتون و امیدوارم که جلسه بعدم در خدمتتون باشم. متشکرم، خدا نگهدار همگی دوستان. خدا حافظ.